ادامه برنامه خوش اومدین دوستای عزیز و یک سلام خاص به شما دوستایی که همین لحظه به برنامه پیوستین. بخش طبیب برنامه سلام افغانستان هست و مهمان بسیار عزیز همراه خود در برنامه داریم که مریض بودن و پیش دکتر صاحب مراجعه کردن، دکتر صاحب حامد که متخصص امراض جوف دهن بودن و خوب شدن و بهبود پیدا کردن. مطمئن هستم که زیادتر شما دوستا هنگامی که دندانتان پرکاری میکنین و بعد از اون میخواین که پشت کنین با مشکلات خیلی زیادی دچار میشین و حداقل بعد از یک ماه یا دو ماه دوباره همون قسمتی که پشت کردین درد ایجاد میشه، عفونت میکنن، چرک میکنن. دلیل در چی هست و چرا بعد از پشت دندانی مشکلات بر ما ایجاد میشه و چقدر میتونه مشکل ما را راحت بسازه پشت کردن دندان ما؟ صحبت میکنیم در برنامه با دکتر با سمیر جان که حالا اینا انجام دادن و دندان خود را پر کردن و بعدا پشتکاری کردن که حالا چقدر راحت هستن و قبل از او با کدام مشکلات دچار بودن. ازشون دعوت میکنیم سمیر جان بیاین بروی ست و همراه ما باشن. سلام سمیر جان، صبحتان بخیر، خیلی خوش اومدین به برنامه. خب سمیر عزیز، شما چی مشکل داشتین؟ در قدم خود بر دوستا بگوین که پیش دکتر صاحب حامد مراجعه کردین. در قدم اول مشکل دندان بود، از ما دندان ما فرسوده شده بود، خراب شده بود، ترمیم شد، سه جلسه میشه. اول که رفتیم پاسمان کرد، بعد از پاسمان تراشکاری کرد، بعد از تراشکاری باز چیز شد پرکاری کرد، بعد از پرکاری باز پوش میشه. بله، بعد از پوش دیگه راحت است، مشکل نداریم، خورده و نوشیده میتونیم. بله، کدام طرف دندانتان بود؟ دندانای آخرتان بود یا هم دندانای پیش بود؟ نه، دندانای بغل از آخر وسطش. خواه درد داشت و پیش چقدر دکتر صاحب قبل از پیش دکتر صاحب حامد برین رفته بودین شما؟ پیش زیاد دکترها رفته بودیم به خاطر جوف دهن و مثال با خاطر درد دندان یک پا، ولی دکتر صاحب حامد بسیار بچه ورزیده و خوب کامیاب در کار خود. انشاءالله ما هیچ مشکل نداریم حالا از باره دندان. بله، چقدر وقت میشه که دوره تداویتون ختم شده؟ ممکن که یک سه ماه میشه. بله، در سه ماه هیچ مشکل هیچ مشکل نداره. هیچ مشکل به خاطر زیادتر از دو سال هستن بیننده‌های عزیز، بعد از یک ماه یا یک مدت بسیار کمی که از پوش کردن دندان‌هایشون می‌گذره دچار مشکل میشن و عفونت میکنه، چرک میگیره همون پشت دندانشان، مجبور هستن برن پشت بکشن دوباره پاکاری کنن و پس سر پشت کنن. اینکه سمیر جان سه ماه هست که پشت کردن و هنوز هم مشکل ندارن، واقعا معلوم میشه که هم دوره تداویشون به خیلی خوبی سپری شده. خب سمیر جان، قبل از اینکه مثلا حالا دندانتون رو پشت کنین، درد دندانتون چگونه بود؟ تو کم بود، زیاد نه، بود، زیاد بود، همیشگی بود، همیشه او که در دندان چیز میمان باز دهن شوریدگی پیدا میکنه، باز عفونت پیدا میکنه. حال شکر از این مشکلات ها بیغم است. بله، چقدر وقت شد دکتر صاحب خودت ندیدی؟ دیر شده، تقریبا یک ماه زیادتر شده که دکتر صاحب ندیدی. بعد از اینکه دوره تداویت ختم شده که دکتر صاحب فراموش کرد. از اون کسایی هستین کارتون خلاص شده که نفر فراموش؟ نه، به طور هم نیست. قبل از خودم که از خودم تداویش خلاص شد، از مادر جانم بردم، از برادرم بردم، دیگه برادرم بردم، فامیل شدیدین دیگه. آه شکر. خب بسیار خوب سمیر جون، اگر دکتر صاحب امروز در برنامه همراه ما باشن چی حس دارین؟ خود خوش شدیم ببینیمش، دوست ما از خوش میشیم ببینیمش. بله، خب سمیر جان، مگم دکتر صاحب زیاد مصروف هستن و یکی مثلا ما بخوایمشون شاید نتونن بیاین در برنامه. اگر شما خوش میشین باز شما رو یک روز که در برنامه میداشته باشیم دکتر صاحب هم دعوت میکنیم. مشکل نیست، ما حاضر میشیم. مزاکم امرایتون سمیر جان، امروز خوشبختانه که دکتر صاحب بر ما وقت پیدا کردن و تشریف آوردن در برنامه. اگر موافق باشید دکتر صاحب هم ریست بخوای ببینه. بله دوستا، و حالا هم دکتر صاحب دعوت میکنیم بیایم برای ست. بله ایسای دل، و طوری که سمیر جان گفتم مثلا دیگه بعد از یک دوره تداویشون ختم شده و دکتر صاحب نایده بودن، مطمئنن که دکتر صاحب هم دیگه سمیر جان نایده بودن.
سلام صبحتان بخیر، خیلی خوش اومدین دکتر صبح به برنامه. تشکر، صبح شما بخیر، صبح همکارتان و صبح همه مردم عزیز افغانستان که ما را از پشت شبکه تلویزیون مایوان میبینن. خوشحال هستم که بازم در خدمت شما. سلامت باشین دکتر صاحب. امی سمیر جان میگه که مریض شما بوده و پیش شما اومده دندان خود پوش کرده، ولی بسیار با مشکل است. خب اگر با مشکل می دون حتما با ما به تماس می شدن، بخاطر که درد چیزی نیست که تحمل شود. میگه زنگ زدن شما جواب ندادین، ماینه خانه بودن، گفتین یه داخل نمانین. نه نه داخل خود طور چیز نیست، حتما که زنگ زدن یا مصروف بودیم یا تلفن های ما در دسترس نبوده. بله دکتر صاحب، چرا در آغاز که مثلا دوره تداوی سمیر جان بود شما متوجه به این نشدین کمی وقتی که پوش میکنین دندان شما چرک داره دندان سمیر جان و باعث از این میشه که باز پسان برشان مشکلی داره؟ خب زمانی که اطور مشکل فکر نکنم باشه، زمانی که دندان پوش میشه ابتدا دندان دیده میشه کدام دندان کاندید پوش کردن است، کدام دندان کاندید پوش کردن است و چی سبب میشه که تا بالاخره دندان به پوش نیاز پیدا میکنه. خودم تو داک وقتی سمیر جان آمدن که دندانشون تخریب پوسیدگیش زیادتر بود، یعنی مو مینای دندان به حد تخریب بود. سمیر جان دقیق گدایاتان هست. بله. اما تخریبی که بود دندانشون دیگه نیاز به این بود که باید پوش شود دندانشون. بله. بدون پوش یعنی مواد پرکاری گیرش نمیکرد دندانشون. بله دکتر صاحب، همراهتون مزاق کردیم. سمیر جان آمدن در برنامه و تعریف شما داشتن به اینکه 3 ماه هست که دندانایشون گفتم شما پوش کردیم پرکاری کردین و حال خیلی راحت هستن، اما قبل از او پیش دکتر صاحب دیگه یک مراجعه کرده بودن چون مشکل بودن و درد دندانشون خوب نشده بود. سمیر جان گپی که ما اول گفتم صحیح بود یا گپ دو؟ نه گپ دو ما صحیح بود. خاطر اول شما گفتم باش کم دکتر صاحب آزاد بدیم. دکتر صاحب شما گفتین که تخریب دندان سمیر جان خیلی زیاد بود و با پرکاری تنها نمیشد که مثلا مشکل چون حل شود. تا چی حدی اگر دندان تخریب شده باشه تنها با پرکاری میشه که مریض مثلا پیش بره و غذا استفاده کنه، اما بعد از اون باز وخیمتر شد باید پوش کنند؟ خب اما پوسیدگی دندان که قسمت مینای دندان نرم میسازه، یعنی که ابتدا وقتی که تداوی نشه آیست آیست پیشرفت میکنه که ابتدا افرای بسیار کوچک میسازه، در صورت تداوی نشدن افرا کلانتر شد تا بالاخره دندان از بین میره. خب نظر به دندان فرق میکنه، یعنی کدام دندان در کدام حالت بدون پوش و یا در کدام دندان باید پوش شود. دندان سمیر جان قسمی بود که دندان های آخر نبود، دندان های وسط بودن که دو دیوار دندان تخریب بود تقریبا. وقت دیوارا تخریب و دو دیوار دیگه شون که باقی مانده بود نسبتا ضعیف بودن. وقتی که دقیق قسم دندان ها ما تنها مواد پرکاری را جایگزین کنیم و پوش نشه دندان، چند روز بعد که مریض استفاده کنه از دندانش، چون در وقت جویدن غذا بسیار قوای زیاد وارد میشه سر دندان ها، اما مواد پرکاری از جاش میندازه بیرون، یعنی مریض بعد از شکایت میکنه که یعنی دکتر یا صحیح کار نکرد یا چرا مواد پرکاری دندان ما هفتید. این قسم دندان را باید پوش شوه که پیش از پیش بر مریض گفته میشه که دندان خودت کنید پوش کردن است و بر علاوه از وقتی که پوش هم میشه دندان باید احتیاط شوه همراه دندان، چون یک چیز عوارضی دیگه است در جوف دهن. یکی دندان خود ما میشه 100% مثل دندان خود ما نمیشه که استفاده کنیم از پوش دیگه. خدا کنه که سمیر جان راضی باشه که ما برش پوش کردیم، خب از گپایشان معلوم میشه که راضی هستن. بله به اینکه دکتر صاحب من هم در آغاز برنامه دوری کردم، هستن کسایی که دندان های خود پوش میکنن بعد از یک ماه احساس درد میکنن و وقتی که مراجعه میکنن پیش دکتر میگن که مثلا زیر دندان تا چرک گرفته یا آب سه کرده و یا مشکلاتی که هست التهابی شده این شده، مجبور میشن پوش رو میکشن، دوباره پاککاری و ترمیم کاری و دوباره پس سر پوش میکنن. دلیل در چی هست؟ چرا در آغاز همین کسی که مثلا دندان ها رو پوش میکنن متوجه به مو التهاب و چرک و میکروبی که دندان داره نمیشن؟ خب رفرنس های قبلی کتاب میگفتن که شما دندان بدون از اینکه عصب کشی کنین تراش کنین. بله. تراش کنین و پوش جایگزین کنین. اما دندان زمانی که پوش میشه، چون وقتی که تراش میشه دندان خرد میشه، مینای دندان که دندان حفاظت میکنه در مقابل سردی گرمی صدمات بیرونی یا مواد غذایی مضر، همین لایه تراش میشه. در صورتی که دندان قبل از پوش عصب کشی نشه، چند روز بعدی که وقتی که پوش دندان نصب میشه، چون مینای دندان تخریب است، باکتریایی که در جوف دهن وجود داره مداخله میکنه، یعنی شروع میکنه به تخریب دندان. مریض شکایت میکنه که وقتی که ما نان میجوام دندان سر دندان میمونه درد میکنه و پوندیدگی پیدا میکنه، آبسه پیدا میکنه دندان، چون از اطراف پوش هم باکتریای مضر که از 4 طرف دندان باقی مونه سبب پوندیدگی و خراب شدن میشه. ابتدا باید دندان عصب کشی شوه، بله، کانال دندان دوباره فکس پر شوه، یعنی هیچ مجرای
دیگه بر دندان نمونه که باکتری اونجا مداخله کنه و سبب پوندیدگی یا خراب شدن دندان شوه که دوباره مریض بگه درد میکنه. در غیر از او پشت هیچ وقت درد نمیکنه و اون پشت هم باید فکس ساخته شوه، مجرا نمانه که در اطراف پشت مواد غذایی گیر کنه که مریض دوباره از شکایت کنه. بله سمیر جان، شما گفتین که 3 ماه از دوره تداوی خودتان خلاص شد. بله. و بعد از اینکه دوره تداوی خودت خلاص شد، مادر جان و برادرایتون پیش دکتر صاحب بردیم به خاطر تداوی، اونا چی مشکل داشتن و آیا اونا هم حالا خوب شدن یا خیر؟ شکر الحمدلله عرصش خوب شده. می مشکل دندان داشتن، دندان کاشان خراب شده بود از مادر جانم، از برادرای، از هر دویش، از عرصشان پوش کرد، پر کرد، جور کرد. حالا شکر الحمدلله غذا راحت میتونن بخورن، آب سرد میتونن بنوشن، مشکل ندارن. بله. راضی هستن از دکتر صاحب. بله سمیر جان، میگن کسایی که دندان خود پوش میکنن از خوردن چاکلیت یک ذره راس میدوشن که ساجق راست است؟ نه خیر، نه مخور. شما خوراحت هستی. دکتر صاحب مشکل در چی هست؟ چون در این اواخر مثلا با هر کسی ما مواجه میشیم مشکلشون همی است که دندان درد هستن و میگن نیاز است که دندان خود پوش کنیم. آیا کدام دلیل خاصی داره که مثلا در این اواخر بیشتر از دوستای ما با پوسیدگی دندان و همو مشکلات دندان دچار میشن؟ خب خوردن نوشیدن یک چیز ضروری است. رای از این نیست که ما نخوریم نه نوشیم که دندان ما خراب نشه. زمانی که مثلا غذای چسبنده یا شیرینی یا کربوهیدرات خوردن میخوریم، تقریبا دندان بعد از اینکه مواد غذایی خصوصا شیرینی خورده میشه 20 دقیقه بعد از خوردن دندان آسیب پذیر است. یعنی بعد از تا 20 دقیقه دندان باید یا ششته شوه یا دوباره محیط جوف دهن اگر اسیدی است باید قلوی ساخته شوه، یعنی محیط جوف دهن تغییر داده شوه. خب در طول روز یا وظیفه می باشیم یا به اثر مشکلات یا به اساس تنبلی نمیشه کم و جوف دهن خود پاک نگاه کنیم، یعنی بعد از هر وعده غذایی دندان خود برس بکنیم و که دندان درد نشیم. نب دادم یک قسمت از دندان که تنها به برس زدن نمیشه پاک کرد، یعنی حفظ الصحه بسیار مهم است. نمیشه تنها به برس زدن اتکا کرد، نخ دندان باید استفاده شود، یعنی مواد غذایی یا غذای چسبنده را از فاصله بین دندانی همراه با نخ باید بیرون کرد. بله. و دهانشویه باید استفاده کنیم بعد از هر وعده غذایی. اما برز زدن بیش از حد هم امکان تخریب دندان را داره، یعنی بیش از حد برز زدن هر لحظه هر دقیقه برز بکنیم با خطر زیک دندان مصطفی شوه، که برز زدن بیش از حد هم یا بیرار میاره پایین ریشه دندان لوچ میشه که به این ایچی از اکتیدو دامتانا که دندان ما سفید باشه. برس میزنن، بسیار برس هم با فشار استفاده میکنن که تو اگب نیست. دیگه بر میگرده به امون نگاه کردن حفظ الصحه جوف دهن که یا مصروفیت یا تنبلی ارتباط داره به این. بله سمیر جان، بعد از اینکه دندان شما را دکتر صاحب پوش کردن، بر شما چی نکاتی را گفتن که باید مد نظر بگیرین روزهای اول چون تازه پوش کردین و یک چیز نابلد است در دهنتان؟ خامه خواه یک ذره یک نابلدی میکن آدم. بله. یکام چیزای سخت هم میگن نخوری یا یکام چیزای چسبناک نخوری که نچسبد نابلد میباشه آدم. باز کم 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 نرم نرم چیزا را خورده آدم راحت میشه، مشکل نمیمانه به آخر. بله. احساس میکنی که دندان خودم است. حال دیگه براتون عادی شده. عادی شده. یک نمیفهم بود. یکام وقت اشتباه میکنم که دهی طرفم بود یا دهی طرف. بله واقعا چون اول که آدم پوش میکنه بسیار نابلد میباشه. بله. و یه چیز اضافی احساس میکنی در دهنت هست تا عادت میکنیم. جهان سپاس دکتر صاحب، تشکر از اینکه در برنامه تشریف آوردین و تشکر سمیر جان از اینکه شما هم در برنامه تشریف آوردین. پیامتون بر دوستایی که بیننده برنامه ما هستن. خب تشکر از شما، تشکر از بیننده تا رو تحمل کردن. پیام خاص ما خاصی نداریم برای هموطنان ما، فقط به کتاب ما خواندیم کمی جوف دهن چاره‌ای وجود است، یعنی در مرض دید است. به خاطر حفظ سلامتی تمام اعضای وجود داخلی نیاز به حفظ دندان است. اگر دندان ما جور باشه میده درد، شکر، فشار هیچ طرف ما آمده نمیتونه. دیگه خوب همی است که دندان خود بسیار باید نگاه کنیم، تنبلی رو با نمیکنه و بعد از هر وعده غذایی باید دندان خود برس کنیم باشه. بله سلامت باشین. و شما هم سمیر جان پیامتون. پیام ما همی است که در حفظ الصحه دندان بسیار یک چیز معتبر است در وجود انسان. دندان چشم ای بسیار معتبر چیز است، حتما باید از حفظ الصحه ازی توجه شوه. بله توجه به ای که نخ دندان استفاده شوه، برس شوه، شسته شوه هر شب وقت خواب، صبح بعد از غذا. دیگه پیام خاص سمیر جان، چون خود درد دندان تجربه کردی، آل چقدر روزانه دندانات برس میکنی؟ حالا یک دفعه شب بعد از استراحت شدن برس میزنم، یک دفعه صبح بعد از غذا.
بله، پیش از اینکه دندان تا پوشم کنی امی عادت داشتی یا که درد دیدی؟ نه خورد که بودیم نمیگم که خود در طفلی هم وقتی که جوان شدیم فهمیدیم صبح صبح خواهد من برس میزد سرمان پدر جان مادر جان بله. باز وقت خواه تنبلی میکدیم کنم تنبلی وقت خواه باز باعث از این خرابی دندان میشه که غذا من مواد چسبنده من باز اونمو دفت دندان ها را خراب میکنه بله، اینا خود دیگه متوجه باش در خانه بر اطفالت و بر کسی که خورد استن در خانه دیگه هر شب اونم تو بنوبت ساعت چون که با هم روی خودت برس کنن دندان برس میکنن از من طفلکای من شکر سه تا هر سهش برس میکنن بسیار خوب سلامت باشین تشکر و تشکر دکتر صاحب جهان سپاس از همراهی شما دوستایی که تایید میننده برنامه سلام افغانستان بودید میان برنامه خیلی کوتاه در ادامه برنامه باز هم همراهی کنید